با درود بسیار به همه ایشون. اما اولش براتون بگم خیلی بر من جالبه. ما یه سلسله گفتگوهایی رو شروع کردیم با دکتر آجودانی. من طبیعتاً میدونستم این گفتگوها مورد توجه شما قرار میگیره به خاطر اینکه حرفای تازه‌ای. بعدم سخن وقتی راجع به ملت و ملیت و دولت و کشور و غیره باشه و تعریفی که ما اغلب خطا کردیم در اون مسلم مورد توجه شما قرار می‌گیرد. یه استاد نازنین باز به من زنگ زد. چندین بار این اتفاق افتاد. یه بارم برای دکتر صدیق یزدی بود. یزدی گفت نگاه کن و من نگاه کردم برنامه من و دکتر آجودانی در کلاسش داشت پخش میشه. خیلی بر من چاله. این همه ایمیل هایی که بر من فرستادی، پیام ها، واتساپ، تکسی که دادی و این نشان خیلی جالب از همه جای ایران. بسیار خوشحاله و دکتر آجودانی خودش هم خیلی راضیه که به هر حال ما در این سن و سالی هستیم که غرض نقشی است که از ما باز ما که هستی را نمی بینم بقای. من فکر می کردم که این هفته سوگوار ناصر کاخساز باشه. هرگه شنیدم حسن بهنام عزیزم حالش خوب نیست، در پاریس در بیمارستان. حسن نازنین در قاهره. حالا من از این خانواده بهنام هرچی بگم کم گفتم. تو وزارت خارجه که از سرشناس در این خانواده ها بود، پدرش سرکنسول بود، عموش هم تو خانوادهش، بعد خودش قاهره بود و نماینده رادیو تلویزیون در قاهره. من رفتم قاهره، نمایشگاه بازرگانی بزرگ قاهره بود و ایران هم شرکت کرده بود، زنده ها جعفریان هم می اومد. من خونه خیلی خوب گرفتم، منزل سفیر مصر در سنگال. او در معمولیت بود این آپارتمان روبرو نیل، روبروی قصر سادات. من اجاره کردم به 300 جنیه مصری، شاید مثلا اون زمان 3000 تومن. 6 تا اتاق، 4 تا حمام، چه خونه. یه مستقیم سرخونم بود محمد و پسرش. زندیاد انجوی شیرازی هم اومد، آوردمش پیش خودم. و بعد استادای مصری همه اومدن دیدن انجوی، متخصصان زبان فارسی اینا اومدن. و اون شبی که مرحوم جعفریان اومد، حسن بهنام عزیز چه پذیرایی کرد، چه لطفی کرد. یه شب منو برد مهمان کرد و خوشحال بودم. به هر حال در مصرم بعد از این ماجراها و اینکه جایگاه او رو گرفتند و میگم خبرنگاری به مصر نفرستادن، یک مش از این اوزگلای اخوان مسلمین رو کردن خبرنگارای تلویزیوناشون توی مثل العالم کوسر میگم از اینا. بهنام به سفارت فرانسه رفت و در سفارت فرانسه چون زبان فرانسه عربی همین رو خوب انگلیسی بلد و در سفارت فرانسه او مسئولیت مطبوعات رو بر عهده گرفت. بهنام عزیز آرزو میکنم خوب و خوب باشی و در همین برنامه شما و ایران فردا خبر سلامتیت رو به همه بده. خب من زیاد حرف زدم، بریم سر صحبت. الان بهتون میگم که ما 3-4 سریال دیگه داریم که براتون پخش خواهد شد درباره سازمان ها و تشکیلاتی که جمهوری ولایت فقیه وضع حمل کرده به طریق سزارین از شکم این موجود عجیب غریب و هیولا بیرون کشیدن. حالا اصحاب الحق آقای هادی الامیری، آقای خزعلیه، نه ابوالقاسم و آل طاهری، نه منظورم خزعلیه را، قیس، اون را هم خواهید از ترانه های ما، آهنگ های ما تعریف کردید، خوش اومده، بسیار خوش آمد. و اجازه بدید با یک پیام کتبی شما برنامه امروز رو در واقع آغاز کنید. جناب دکتر نوری‌زاده با عرض سلام،
این جانب جوان دهه شصتی می باشم و بسی شصتی و شصتی نوشت و از طرفداران به حق شما هست. می خواهم عرضی به خدمت شما داشته باشم. انقدر دلم از این نظام پر است که بعضی وقتی می خواهم خودم و جلوی مجلس این دشمنان ایران زمین به آتش بکشم. شاید این ملت از خواب رفته بیدار شود. جناب دکتر، وضعیت این مردم خیلی خراب است. خودم از لرستان و از شهر کوهدشت که مردمی با هزاران سال با شرافت زندگی کردن و جمهوری اسلامی این مردم رو به خالی انداخته است. همه جوانان همسن و سال من دارن با اعتیاد به مواد گرفتار شدن که سیاست کثیف همین دولت مردان کثیف شده است. آنقدر اعتیاد بالاست که ممکن نیست خانواده ای پیدا کنی که با همچنین بدبختی گرفتار نباشه. چه کار؟ کار چیست؟ یه برنامه هم در زمینه تهیه کنید تا مردم آگاهی پیدا کنن که هدف جمهوری اسلامی این است که جوانان سرشون به زیر باشه. برامون روشن کنید که چه کاره، کار چیست؟ شما الگوی وطن پرستان ایران زمین، راه کار کجاست؟ عزیزم چه بگویم برات، راه کار کجاست؟ خودتو داری در اونجا میبینی؟ جوان ما تو این شرایط ناجور، بی پولی، آینده نداشتن، اون وضع دانشگاه 65 هزار نفر تو کنکور رشته های متعدد، حالا مال هنر 16 هزار نفر بود، مال اینجا 65 هزار نفر شرکت نمی کنه. به دولت میگن آخ خطرناکه، تو توجه کن، تو داری ما رو به مرگ میکشی. همینجا تو انگلیس دولت دستور داده که از هفته آینده بچه‌ها برن مدرسه. الان شما نمیدونی تو خانواده چه خبره. بچه خود من، پسرم که دو تا بچه مدرسه ای داره کلافه است. و چطور تو ایران همه چی رو مثلا مهم نیه براشون. اون مال کنکورشون، مال دزدیاشون، مال تجاوزات و جنایاتشون. آدم وقتی اینا رو پشت هم میذاره، سید علی خامنه‌ای برای خسرو خوبان رولا حسینیان اون پیام تسلیت رو میده. تا اونجا که میدونم آقای خامنه‌ای از زیارت کنندگان حجره اون نبوده. این حرف رو چیه پس میزنه؟ روح او به ملکوت علا پیوست، روح او به سگدونی جهنم پیوست. حالا جهنمی که نیست ولی به سگدونی پیوست. چرا آقای خامنه‌ای خود چقدر کوچیک میکنه؟ چرا هر مزدوری میمیره باید او اعلامیه بده؟ من یه وقتی خاتمی برای خلخالی اعلامیه داد، مقاله بسیار تندی علیش نوشتم. آقا شرم‌آوره، تو برای خلخالی جنایتکار اعلامیه میدی، بیانیه تسلیت میدی، دختر و پسرش از او رو برگرداندن، توفم به روش نکردن، چطور تو حاضر میشی برای اون آگهی بدی؟ دوستای من میگفتن آقا همشون یکیه همینجور. یه دوست دیگه برای من نوشته، گلایه کرد، گفته آقا فلان دوستتون رو شما خیلی دوست دارید، احترام میذارید، اینجا میگید، ولی این مانع از این نمیشه که ایشون وقتی اینجوری با آمریکا برخورد میکنه و عملا موضع جمهوری اسلامی رو میگیره شما سکوت کنید. یکی دیگه هم به شدت از من ایراد گرفته که آقای فروزنده در برنامه‌اش چرا این حالت دشمنی و عداوت و کینه ورزی رو نسبت به خاندان پهلوی داره؟ چرا؟ مگه آقای فروزنده از برکت وجود همون نظام درس نخونده، به جاهای بالا رسیده، مقام گرفته، امروز ماشاءالله خوشتی پوقشن نشسته داره صحبت؟ من برای این دوست گفتم آقا جان من توی تلویزیونم سانسور نمیدم، جوابی داری بیاد بیا صحبت. و آقای دیگری که قبلا شاهیدم با ایشون صحبت کرده بود و از کارکنان ساواک بودن، ایشون هم خیلی عصبانی از مصاحبه آقای فروزنده با قانیفر، خیلی آقای قانیفر ناراحت بود. البته از قانیفر تعریف کرد، گفت بسیار خوب جواب داد،
ولی آقای فروزنده نه. و ایشون گفت که آقای فروزنده با خود منم میخواستن مصاحبه کنن، به خاطر همین کار تکنیکی نشد، ولی من الان آمادم. به هر حال من همونطور که گفتم هیچ توصیه‌ای تحمیلی به همکارام نمیکنم. ابدا. همکارام آزادن مطابق ارزیابی‌های خودشون، درک خودشون و برداشت خودشون مطالب شروع بکن. شما میبینید ما در سایت خلیج فارس و سایت ایران فردا من همیشه مقاله های علی میرفتروس رو میگذارم. علی هم دوستمه، هم نوشته ها و کاراش رو دوست دارم، ولی دلیل بر اینست که من 100% اونا رو تایید میکنم. مقاله مخالفه اونم مچاپ. من سانسور رو به هیچ وجه نمیپذیرم. خودم قربانی سانسورم و هرگز نمیخوام همکارای من حس بکنن که ما اینجا داریم قیچی میکنیم و دوم مطالب میزن. نه، ولی انصاف رو همیشه در کارها توصیه. همیشه دو اصل طلایی هم داریم که سر جاش. بله، اون آقا که گفتم آقای سرشته بودن که باهاشون قبلا هم صحبت شد. خب حالا یک پیام کتبی دیگرم بخونیم تا بعد بریم سر شفا. آقای نوزدادی، لطفاً این نامه را بخوانید. در حال حاضر شخص شما و آقای دکتر سازگارا تنها مطرح کنندگان مجتبی و ناخواسته تنها مبلغان وی هستید. توجه به این نکته اهمیت دارد که نظام فعلی وابستگی زیادی به کاریزمای فردی رهبر و سابقه و اعتبار او دارد. بدون این کاریزما حتی قادر نیست یک جمعیت 100,000 نفری را به خیابان بیاورد. آمدن مجتبی به معنی گذار به دیکتاتوری نظامی از نوع آرژانتین دهه 70 است. در حال حاضر جرأت و اراده این کار وجود ندارد. لطفاً شما و دکتر سازگارا به وقوع این دگردیسی کمک نکنید. عزیز دلم، کدوم دگردیسی؟ وقوع؟ اوردی کار تموم شده، بیعتا گرفته شده، چی داری میگی؟ برادرم، اگر من اینا رو مطرح میکنم یا سازگار رو مطرح میکنه، به خاطر اینکه شما حواستون جمع باشه، به خاطر اینکه ارتش حواستش جمع باشه، حتی پاسداره حواستون جمع باشه. مجتبی آدم خطرناکی اگر بیاد. در سال 88 مجتبی بود که کارو به اون خونریزی و کشت و کشتارا کشید. باباش یه خود داشت کوتا میومد. باید از مجتبی وحشت کرد و باید به هر قیمتی شده راهش رو بست. نباید بگذاریم که او مسلط بشه بر کشورمون. خب حالا یه پیام شفایی رو حتما میتونیم گوش بدیم. درود میگم خدمت شما. کسی که دغدغه داره واسه ایران، واسه ایرانی، ببینین تا وقتی که حکومت طعم نان رو به مردم هدیه میده، هیچ کس دیگه نمیاد به هنر فکر کنه، به این که بیاد یه اثر هنری از این هنرمند بگیره، هنرمند از زندگیش بگذره. ما هنرمندا همه دیگه ناامید شدیم، دیگه اصلا دنبال کار کردن چیزا نیستیم، نمیدونیم واقعا از کجا بتونیم زندگیمون رو تامین کنیم، از هنرمون نمیتونیم نون بخوریم. چون مردم وقتی غم نان داشته باشن، هیچ وقت نمیان به هنر و تمدن و فرهنگ فکر بکنن و نمیدونم این مردم کی میخوان دست به دست هم بدن و واقعا این زالوها رو، این باکتری ها رو دور کنن. واقعا ما با بغض هر روز یاد میکنیم از شاهنشاهمون، از گذشتمون. چرا باید اینجوری باشه؟ واقعا من نمیدونم. ما همه دنبال یه زندگی خوب هستیم. از مردم خواهش میکنم پشت هم باشن. ممنونم دخترم، خواهرم. یه جوون ایرانی وقتی اینجوری صحبت میکنه، مطمئنه از صداش میتونم بفهمم نه شاه رو دیده، نه دوران شاه رو. زمان انقلاب، شاید 10 سال بعد انقلاب به دنیا آمد، نمیدونم. به هر حال جوون بود صدا. وقتی این نسل این حرفا رو میزنه، سید علی خامنه ای چی فکر میکنه؟ یه حکومت دروغ بر کشوری مسلط کردن با توپ و تفنگ و چاقو
آزادگان رو کشتن، قلع و قمع آزادی رو کردن و سرمایه و ثروت ملت رو غارت کردن، سید علی خامنه‌ای چی کار میخواد بکنه؟ چه نامی از او در تاریخ باقی خواهد ماند؟ اول برنامه گفتم غرض نقشیست که از ما باز ماند. نقشی که از سید علی خامنه‌ای باز میماند چیست؟ آقای خمینیتون چی شد؟ سید روح الله مصطفوی کشمیری با مقبره 100,000 نمیدونم میلیاردی به کجا رفت؟ زیر خاک پوسید، تموم شد. نوندونی گذاشت واسه نوش، ولی تموم شد. سید علی خامنه‌ای هم تموم میشه، چنگیز هم تموم شد، تیمور هم تموم شد، سلطان محمود هم تموم شد، ناصرالدین‌شاه هم تموم شد. 50 سال سر آقای خامنه‌ای 41 سال، پروه کم کمک به 50 سال میخواد برسه. نه او قرانش رو دید، نه شما قرانش خواهید. افسوس. یک ذره اگر فکر میکنه، یک ذره. روز پنجشنبه تو برنامه با دکتر سازگارا اشاره کردیم به این سخنرانی اخیرش. آقا اون مرد تو خودتون نمیدم نایب امام زمان و رهبر امت و غیره میدونی، وقت میای راجب تلفن همراه صحبت میکنی، خونه خریدن تو خارج، عوامل خودت که بیشتر از همه خونه تو خارج خریدن، چجوری شما داری ایراد از مردم میگیری؟ الان در ترکیه شما اگه بری چند نفر از مقامات رژیمت در اونجا خونه خریدن؟ برو نگاه کن دیگه، ببین چند نفر هستن. به هر روی متاسف میشم وقتی اینا رو میبینم. یه پیام کسبی لطفا بخونیم. بله، امیدوارم که سالم و تندرست بشه آقای نورزاده، شما و همکارات. نمیدونم به چی قسمی بدم که پیام با مردم به اشتراک تو برنامه تو من از خوزستان پیام میدم. الان ساعت 10 هست، زنگ در خونم خورد، رفتم دم در، دیدم یه جوون نادان، واقعا نادان، از طرف سپاه شهر خراب شدم اومده گدایی واسه آشوراتاسوا پول جمع کردن، دسته دسته مردم رو با پول خودشون به کشتن بده. مخم داره سود میکشه های نوزده. اینا چی فکر میکنن؟ اون جوان که میگم نادان دلیل داره. بدون دستکش و ماسک تقریبا 200 پاکت تو دستش اومده بود پول جمع کنه، که از مردمی که نور شب ندارن، از ما مردمی که کوچه‌مون چراغ نداره، حداقل ازش فیلم می‌گرفتم می‌فرستادم واسهتون. چراغ جای خود، اسفالت هم نداره وای نورسد. از کجا بگه آدم آخه؟ لطفا پیاممو تو برنامه‌تون بخونید. تو رو خدا مردم بیدار شین، چقدر ما رو نادونو جاهل فرض میکنن که میخوان با پول خودمون رو بکشن. عزیزم ما رو جاهل فرض نمیکنن. بعضی از مردم ما جهالت نشون میدن. شما نگاه کنید تو همه عاشورا تاسوعا سال گذشته قیافه این جوونا، توی گل خودشونو مالیده بودن، کله و سر و زنجیر و قمه و اینا میزدن. برای چی؟ کدوم یک از جوانای مملکت ما روز شهادت افشین و بابک یادشون، روز شهادت مازیار یادشون، کدومشون روز شهادت آرش یادشونه؟ اسم آریوبرزن رو شنیدیم؟ رستم فرخزاد رو میشناسیم؟ چند نفرتون نشستید و تاریخ رو خوندید بگید آه ما سپهسالار رو میشناسیم، امیرکبیر رو میشناسیم، قائم مقام رو میشناسیم، مصدق رو میشناسیم، قوام سلطنه رو میشناسیم؟ چند نفر گفتی فروغی رو میشناسیم؟ اما برای روزه امام حسین، برای روزه عاشورا، اونم برای افسانه هایی که 89% دروغ جعلیات، جعلیات مطلق داستان آب و کربلا دروغ مطلقه، برای اینکه مدرک دلیل است که امام حسین در همون زیر خیمه خود رو شستشون.
پس دروغه. علی اصغر آب ندادن، هر مله این روزخونه درست کرد. وقت ما باید بریم به خاطر این تاریخ خودمون رو زیر پا بگذاریم، فرهنگ خودمون رو فراموش کنیم. ما ملتی هستیم که اسم بچه همون رو میزیم اسکندر، چنگیز، هولاکو، تیمور. چی بگه؟ چی بگه آدم؟ بگذاریم یه پیام شفاهی رو بشنویم. با سلام خدمت آقای نوریزاده، چند روز پیش در یکی از این برنامه های ایران فرداتون، اون برنامه های گیشن با پخش میکنید، صحبت از آهنگ دکتر قوچانی کردین که خیلی آهنگ گرفت و من خدمت عرض کنم که این آهنگ رو جعفر قجاوند خواننده رادیو مشهد خوند که اون زمان خودش خیلی این آهنگ صدا داد و خیلی به حساب مورد توجه واقع شد. الان آقای جعفر قجاوند بنده خدا پیر شد و دیگه یک زندگی خیلی به سختی زندگی میکنه و اتفاقا صحبت میکردیم این سری میگفت که من با آقای شجریان هر دو میرفتیم رادیو مشهد و برنامه اجرا میکردیم که بعد آقای شجریان رفت در تهران، من پیشرفت کرد، من چون در مشهد موندم میگفت که دیگه فراموش شدم بعد از انقلاب و دیگه نه بیمه نه حقوقی، یه مدتی نقاشی ساختمون میکرد بنده خدا، الانم وضع خوبی نداره. من خواهش میکنم از دوستانی که ایشونو میشناسن، آقای شجریان، یه احوالی از ایشون بپرسن، یک بهش برسن، برای همکار بودن. امثال این آقای جعفر قجاوند ما زیاد داریم در سر تا سر کشور، ولی خب ایشون اون آهنگ سپنج روزه که بوی گل نیومد، بلین از باغبان گل بپرسید چرا بلبل سوی، خیلی این آهنگم چیز کرد، پیش زمان صدا داد و مشهور شد. خواستم اینو در مورد همین آقای جعفر قجاوند بهتون اطلاعاتی داده باشم. علی هستم از مشهد، خداحافظ شما. بسیار ممنونم دوست عزیز خراسانی من، چقدر خوشحال شدم این اطلاعات را جو آقای قجاوند دادید. به این هنرمند عزیز درود میفرستم. واقعا اگر کسانی در اونجا میتونن یاری بکنن به این هنرمند بزرگ، این کار بود. افسوس افسوس، در میخانه ببستند خدایا مپسند، یه در خانه تزویر و ریا بگشود. گشودند و ما داریم آشکارا می. حالا یه پیام کتبی به من بدید. با عرض ادب و احترام خدمت دکتر نوریزاده و همکاران ایران فرد، پایه های حکومت جمهوری اسلامی حکومت جور و فساد لرزان گردید و سوی دیگر به شکل پراکنده اعتصاب‌های مردمی شکل گرفته. لازم است گروه‌ها و افراد مستقل اپوزیسیون تشکیلاتی بنا گذارند تا این اعتصاب‌ها را هماهنگ و یکپارچه نمایند. دو، برای کمک به اعتصاب کننده‌ها و خانواده‌های آنها از کسانی که توانایی مالی چه در داخل و چه در خارج از ایران دارند اقدام نمایید. در این صورت است که می توان به اعتصاب‌های گسترده دامن زد تا مردم به خیابان‌ها آمده و تکلیف نظام را یکسره نمایند. حال خواهشی از هموطنان دارم و آن اینکه نگاهی به کشور بلاروس کنید. باور کنید بدون حرکت و اقدام شما هیچ چیز عوض نخواهد شد. نگاه کنید به عزیزانی مثل خانم ستوده، آقای نوریزاده و که برای من آقای نوریزاد و که برای من و شما در زندان است و اکنون نیز دست به اعتصاب قضا زدن. دست در دست زنیم به مهر کنیم کشور خیش آباد. پاینده ایراد برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان در سر تا سر ایران. بله دوست من، حتما حتما منم آرزو دارم روزی که این پرچم شیر و خورشید نشان رو ببینم بر آبادان، در سرخس، در چابهار، در عرس، در جلفا. من خواهم دید. توش بارها تو شعرام گفتم ولی تو دلم میدونم خواهم. عمر ما از جمهوری ولایت جهل و جور و فساد بیشتر خواهد. حالا اجازه بدید یک ترانه براتون پخش کنم که حال و روزمون رو دگر میکنه.
گوش بدید. به به، ریلمان خانم جندقی. اگر تو از جندقی هایی باشه که من میشناسم، باید هم این صدای خوش رو داشته باشه. دو برادر میرفخرایی و جندقی، اهل منبر، آدم های درست حسابی و چه صدای خوشی داشتن، یادشون بخیر. جندقی و دیگه من نمیشناسم دیگه، حالا شایدم این سینه همون سینه است. خب یه پیام شفایی رو بشنویم. با سلام خدمت تمامی اعضای رسانه خوب ایران فردا. جناب آقای نوریزاده، عرض ارادت و سلام دارم خدمتتون. از شنونده ها و بیننده های برنامه بالای 30 سال شاید 40 سال از زمان سپید سیاه ایران من مقالات نام میخوندم. من مطلبی به نظرم اومد، اگه لازم میدونین در موردش فکر بفرمایید یا توضیح بدین، بیشتر نظرتون رو میخوام بدونم. تو این موقعیت حاضر که الان تاریخ به نحوی داره تکرار میشه که از همون منشأی که این خرابی‌ها سر مملکت ما و ما و اطرافیان ما و بعد الان اثرش تو کل دنیا میبینیم شد، وقتی بود که خمینی تو ورودش، قبل از ورودش، چریکای لبنانی رو تو اون سن و سالی که ما بودیم تو خیابونا با کلاشینکوف توی تظاهرات نشون رو میدادن و از تعصب به لبنان، فلسطین، این انقلاب نیرو میگرفت. به عنوان جوانی که 13-14 سالم بود تو خیابون بودم، اون تاریخ ها رو عرض میکنم. و الان این همدلی، همزبونی که بین لبنان و ایران، ملت ایران و لبنان رسیده و این روشنگری درصد بالایی شده، یک جوری باشه اپوزیسیون های هر دو کشور، حتی شده خارج از کشور، بیشتر ارتباط با هم بگیرن، بیشتر به ملتشون نشون بدن که منشأ رو پیدا کردن، حالا طریقی که میخواد بعدن اداره بشه. فعلا اصلا وحدت هم لازم نیست، اتحاد هم لازم نیست، این گروه ها با همدیگه سر یه نقطه به اشتراک برسن و انشالله میتونه برای هر دو ملت، من فکر میکنم، کمک رسان باشه. من وقتتون زیاد نمیگیرم، موفق باشین انشالله همیشه و خوش سلامت تا همه تهران، ایران همدیگر رو ببینیم، همه رو ببینیم. مرسی، خدا حافظ. ممنونم عزیزم. یه چیزی برات بگم، لبنان توی همون خیابونی که به روشه میخورد، به بولوار کنار دریا، یه رستوران بود به نام یلدزلار. خب قاعدتا رستوران ترکی باید بود، ولی یک شف داشت اصفهانی. من یه روز عبور میکردم از اونجا، خیلی هم میرفتم رستورانش، غذای بسیار خوب ده. بعد دیدم که این آقای شف نشسته وسط یه باغچه‌ای داشت اونجا، منقل گذاشته و مشغول اون کاره. گفتم حاجی چی کار میکنی اینجا؟ پدرتو در میان اینجا بگن چطور نشسته؟ گفت نه آقا، خودشون میرن به میدن. از جنوب لبنان یه دو تا بچه شیعه خوب رفیق من خوب اونجا میکارن، بعد یه مقدارم برای من میارن. هیچ، این قشنگ اونجا نشسته بود و مشغول کارش بود، به قول خودش خاک به سریش. بعد شما تو خیابونای لبنان که میرفتید ایرانی زیاد میدید. حالا ایرانی ها کیا بودن؟ یه عده بچه های دانشجو بودن که اکثرشون توی دانشگاه AUB بود، دانشگاه آمریکایی بیرون، رشته پزشکی بودن، رشته های مهندسی بودن، رشته های مختلف. یه عده دیگه بورسیه ها بودن که این بورسیه ها، یادش بخیر دکتر محمدی، دکتر محمدی رئیس دیپارتمان زبان فارسی دانشگاه بیروت بود، او زمینه ایجاد کرده بود یه عده از بچه ها محصل های ایرانی بورس بهشون بدن برن لبنان که هم فرانسه یاد بگیرن یا انگلیسی یاد بگیرن، زبان عربی یاد بگیرن و رو ادبیات تحقیق کنن. اینا رو هم میدید. تعداد محدودی هم آخوند بودن. این آخوندها ریشه ایرانی داشتن، اغلبشون یعنی ایرانی بودن ولی ریشه لبنانی تو جبل عامل داشتن، حالا از امام موسی صدر که بزرگشون بود گرفته تا آقای قروی که برادرزاده مرحوم علی آقا قروی و امیر شایا بود و تو جنوب لبنان که الان هم هست و با حزب الله هم کار میکنه، مفسر شده. این هم بودن. دکتر لواسانی بود که جنوب لبنان زبان فارسی درس میداد. چهره هایی که تو لبنان میدیدید این جانورا نبودن،
هفته پیش که ظریف رفته بود لبنان، آقای سفیر و کارکنان سفارت اومد بودن استقبالش. خدا شاهده من خجالت کشیدم. حالا اون سفیر جانور رو که میشناسیم از قبل، ولی اعضای سفارت واقعا آدم خجالت میکشید. اینها رو میدید که اینا به عنوان کارکنان سفارت جمهوری اسلامی بودن استقبال آقای سعدی. آدم واقعا میگم آدم افسوس میخورد. یعنی من اینجا دارم دنبال یه سی براتون میگردم و افسوس میخورد. آدم میگفت خدایا چرا باید در کشور من اوضاع اینجوری بشه؟ چرا باید، الان براتون عرض خواهم کرد، چرا باید ما به جایی برسیم که بله، ما چرا باید به جایی برسیم که کارکنان سفارتمون اینا بشن؟ یادم هست که یه وقت آقای ایرانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، این تعدادی، و یادم احمد دستمالچیان بود، و اینا همه تلاش میکردن یه چند تا چهره منظم و مرتب هم شده وزارت خارجه بیارن که اونجا آبروریزی نشه. آدم های حسابی هم بودن. رضا شیران بود که چهار تا زبون برد، عارف بود، اهل عرفان بود، اهل فرهنگ بود. اینا همه رفت، همه رفت. و آقای عبدالعظیم رضانی ها که اون چه سرنوشتی پیدا کرد، همه رفت. حالا این آقای جلال فیروزنیا که اومده با سابقه همچی مفصل در عمل کردن به دستورات امنیت خانه مبارکه و اطلاعات سپاه، یک مش یل و کور رو داره هم جمع کرده به عنوان کارکنان سپاه. من واقعا خجالت کشیدم اینا رو که دیدم تو فرودگاه با آقای وهبه وزیر خارجه لبنان اومده بودن به استقبال آقای ظریف. و آقای ظریف چه دیدارهایی داشت؟ دو تا آدم حسابی رو ندید، البته رفت پیش رئیس جمهوری، خود ستایش کرد از میشل اون و از دامادش آقای باسیل و نبیه بردی و دیگر جانورانی که رو به قبله ولی فقیه نماز میخوره. حالا البته قبلش مرموز کجا؟ چاره آذربایجان که نیست، دریاچه لطیان هم میره و میاد، ویلای رامسر هم که خیلی دوست داره، قصر شاه رو علم می نویسه خجالت کشتیم. تو اینجا مهمان خارجی که داشتیم شاه اونجا بود، میگفتن آقا ببرینشون یه هتل اینجا، آبروریزی با این کاخ. بیچاره یه دونه کاخ اون نساخت، قاجارا اون همه کاخ ساختن، نیاوران هم درست کردن، بعد دیگه تبدیل به خونه شد، قرار بود اونجا دفتر باشه و برای استقبال مهمانای خارجی. حالا جمهوری اسلامی ببینید سعدآباد رو چیکار کرده که آقای حسن روحانی برسه توش بشینه. ای روزگار، ای روز. یه پیام شفاهی برام بذارید. سلام آقای نوریزاده، من شریفی هستم. میخواستم بگم که آقای چالنجی وقتی که این صبح، البته این حرفا رو میزن مال محرمی، اینا که رو منبر هستن، اینا همین شعورشون همین اندازه است. برای کی اینا رو میگن؟ اینا آدمایی که رو منبر خودشون کتک میزنن و فلان میکنن، اینا آدمایی هستن که عقب افتادن. یعنی میبخشین، یعنی اصلا برای اونا این حرفا موردی نیست. احساس میکنم که اصلا نمیفهمن منظورشون چیه. این طرز سخن گفتن برای کسانیه که یه مقداری شعور کافی داشته باشن، یعنی معلومات چیزه، یعنی با تنه باشون صحبت کردن یا اونجوری متوجه بشن. اون کسی که رو من با خودشو کتک میزنه، میگم خیلی آدمی لومپن و عقب افتاده. یعنی من فکر میکنم اصلا اون نمیفهمه، کسی که این کارو میکنه اصلا نمیفهمه حرفایشون معنیش چیه. احساس میکنه داره تعریف میکنه ایشون از اونا، یا مثلا میگن چی یعنی میگم، یعنی فکر میکنم که اصلا اثری نداره این طور آدم ها.
حالا برای چند تا اشخاصی که بخواین معنیش رو متوجه بشن درسته. مثلا حالا مثلا اگه بخواد مثلا به خواهش من شما خیلی دوست دارم، مثلا برای شما بخواد یه چیزی بگه به عنوان طوری شما متوجه میشین منظور طرف چیه، چون معلومات شده ولی اون آدم نداره، هرچی هم بگیم مثلا نمیفهمه. مثل اینه که با یه آدم آدم ببخشون بچه کوچولو برای صحبت کنیم، بچه کوچیک 5 ساله اینا نمیفهمه این چیزا. ممنونم دوست من، ولی نفهمیدن اون دلیل بر نیست که آقای چالنگی یا من نگیم. ما وظیفه داریم بگیم، اینقدر میگیم شاید فهمید. اما یه چیزی بگم دوست من، چقدر صدات شبیه صدای بهروز بهنژاد عزیزم. من یه لحظه شوکه شدم، بهروز از هنرمندان نازنین و عزیز. بهروز خیلی افسرده است، فرزانه که رفت، فرزانه تاییدی، بهروز افسرده است. خیلی ناراحت شدم، قرار بود که ما قسمت دوم مصاحبه‌مون رو با او انجام بدیم. اتفاقا آقای آدم صابونچیان رفت دیدار کرد، فیلم بردار گفتگو کرد، قرار بود با هم بشینیم ولی هنوز انجام نشد. انشالله با بهروز این کار رو خواهیم کرد. بهروز هنرمند قدر و ارزنده است، قدرش رو بدونیم. حیف که نمیدونیم. خب یک پیام کتبی رو به من بدید از یارانمون. بله، درود خدمت آقای دکتر نوری‌زاده. با توجه به مطالعات زیادی که در زمینه تاریخ و رفتار و فرهنگ سیاسی ایرانیان انجام دادم و همچنین تجربیات شخصی خودم، به این نتیجه رسیدم که مردم ایران در صورتی میلیونی به خیابان خواهد آمد که یک رهبر در رأس کار خودشان ببینند. سیاسیون مخالف رژیم اسلامی باید یک قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر ایجاد کنند و تا در آینده همه طیف‌ها بر مبنای این قانون فعالیت سیاسی انجام بدن، نه اینکه دنبال پیشنویسی باشیم که بخواد رضایت همه سلایق سیاسی را جلب کنه. خب اینم یه حرفیست. بله، من تصورم اینه دوست من که اولا جلب رضایت همه خلایق سیاسی غیر ممکن. راجع به قانون اساسی هم که میگه الان چند تا تصور هست. یه تصور میگه که قانون اساسی مشروطه خیلی چیز خوبیه، اون ماده هایی رو که توی متمم هست یه قسمش رو برمیداریم، اون 5 تا آخوند و غیره، بقیهش قابل اجراست برای امروز. بعضی ها میگن آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی مواد مذهبی و دینیش رو بذار کنار، بقیهش خیلی خوبه، حقوقداران نوشتن. بعضی ها میگن یه کامبینیشنی میکسی از اینا. بعضی ها میگن نه، اصلا قانون، اصلا منشور حقوق بشر رو بکنیم قانون اساسی. من در این زمینه صحبت زیادی کردم با حقوقدانان، با افراد آشنا، و همشون بر این عقیدن که ما الان مشکلمون قانون اساسی نیست، برای که متون متعددی در دست داریم، میتونیم هر کدوم انتخاب. مسئله ما اینه که ما به اون چارچوب هممون برسیم، باور کنیم که ایران دیگه رژیم نژادی و مذهبی و شوونیستی را نمیخواد. ایران یک نظام سکولار دموکراتیک میخواد که مؤمن به سوسیال دموکراسی باشه. شما باور کنید مبانی سوسیال دموکراسی رو شما نگاه کنید، حالا در مشروطیت هم اجتماع عامیون بود، به غیر نمونه های مختلف، فوق العاده زیباست. همین کاری که تو سوئد دارم نگاه، یه مقدار در انگلیس میکنه. اون دیروز اینجا اعلام کردن که به افراد کم درآمدی که در این جریان کرونا خیلی ضرر دیدن دولت کمک نقدی خواهد، به بیزنس ها کمک کردن. این و شروع ایران چی کار کردن؟ 1,000,000 تومان دادن که اونم از شهریور گفتن باید پس بدن مردم با بهره. باور کنید من اینجا جوان ها رو می دیدم جعبه به دست میدن در خونه افراد مسن، غذای هفتگی براشون می آوردن.
به خدا اینا انسانن، ما معنی انسانیت رو نمیدونیم. طرف میگه آقا من ویلای ساختم تو شمال 50 میلیارد تومان قیمتشه، خونم تو تهران 150 میلیارد تومان. حالا به من چه حسن نداره حسن نداره، ولی اینجا اینجوری نیست. اینا که آقایون میگن کافرن نجسن. البته آقای حداد عادل میاد در فروشگاهشون که مال اسرائیلی هم از خرید میکنه، از مارکس منسر خرید میکنه. ایشون جنسال شلوار زیرش، عرقگیرش، زیر پیرنش باید حتما ساخت اسرائیل باشه، ولی تنش نمیره. همش فریب، همش درو، همش حقوق بازی. واقعا خدایا اینا از ما چه میخوان؟ این مجموعه حرامیان از ما چه میخوان؟ از ملت ما چه میخوان؟ به خودتون بیان مردم، به خودتون بیاید، قدر خود و تاریخ خودتون رو بدونید. شما کوروش رو داشتید، بزرگترین شخصیت جهان. هیچ شخصیتی تا امروز مثل کوروش نبود، یگانه است. وقت ما رفتیم برای امامزاده این قین داریم میزنیم تو سرم پیام شفایی بیاریم. با عرض سلام و ارادت به محضر گرامی و بسیار محترم جناب آقای دکتر علیرضا نوریزاده عزیزم و همچنین جناب چالنگی، جناب سازگارا و جناب میبودی و همه بزرگواران مبارز با رژیم جهل و جور و فساد، جناب آقای دکتر نوریزاده، ضمن تشکر همیشگی برای روشنگری و شفافسازی و افشای مطالب بسیار ارزنده و دلنشین حضرت عالی، بدین وسیله تقاضایی داشتم از حضورتان و آن اینکه به هنگام اجرای برنامه برای مخاطبین گرامی خود اگر امکانش هست قدری چهرهتان را به سمت راست مایل بفرمایید تا بتوانیم حضرت عالی را کاملا از روبرو نگاه کنیم، دقیقا مثل زمانی که داشتید تصویر آقای دکتر سازگارا را در برنامه پنجشنبه مورخ 23 مرداد ماه 99 نگاه می‌کردید با آن صورت باشد. لذا اگر به این گونه باشد طبیعتا چهره زیبا و دلنشین جناب عالی جذابتر خواهد بود. خداوند شما را حفظ کند انشاءالله که بلندگوی 85 میلیون ایرانی گرفتار در جهل و جور و فساد هستید. با سپاس و آرزوی توفیق شما اسطوره‌های تاریخ سیاسی ایران و جهان، زنده باد ایران، زنده باد جناب آقای دکتر نوریزاده و همه همرزمان بزرگوار و فرهیخته‌تان. روز و روزگار بر شما خوش باد. ممنونم دوست من. میدونید به خاطر این حالا کرونا دیگه خونه نشینی بنده با آیپد برنامه ما انجام میدم. حالا گوییم که جمال عزیزم اصرار داره آقا باید دوربین بذاریم تشکیلیم، یا حالا ببینیم چی میشه. آیپدم ارزی که شما میذاری دوربینش میفته دست چپ، من روبرومو که نگاه میکنم باز اون دوربین نیست، من باید به اون دوربین نگاه، مثل حالا باید قشنگ اون تو رو نگاه کنم و سرم هم تکون ندم. وقتی اینجا رو نگاه میکنم تصویر خودم رو درست نمیبینم، در نتیجه این باعث شده که گاهی اوقات این مشکلات پیش بیاد. چشم سعی میکنم، علی آقا مرتب به من میگه، پومن مرتب به من میگه، من بچه حرف شنوی نیستم، یه وسط رو نگاه میکنم در نتیجه چشام از رو دوربین منحرف میشه. مخلص شما هستیم. چشم، حالا یه پیام کتبی به ما میدی که ما بخونیم. برنامه سه‌شنبه‌تون فرمودین به فیلم سیلی زدن ریشری با عطالله شهید مداری دسترسی دارید، خواهش مندم اگر ممکن است با اجازه آقای مهندس شهید مداری این فیلم را منتشر کنید تا همگان چهره این جنایتکار خبیث را بهتر بشناسند. سپاسگزارم. عزیزم نگفتم فیلم نوار هست، نوار صدا هست و متاثر کننده است. یعنی آدم بسیار ناراحت میشه حرفایی که ریشری میزنه. من ضروری دیدم خود آقای مهندس اینو داشته باشه چون پدرشه، ولی این مرد کثیف آلوده نامرد که خدا شاهد قبل از انقلاب نعلین آقای شهید مداری جفت میکرد، پاشو میبوست،
مثل همه من ناصر ابوالمکارم. من خودم تو خونه های شهید مدنی این مردک رو میدیدم میاد اونجا و چه جور تملق میده. این آدم پست که خنجر زد به پشت مرحوم شهید مدنی. بله نوار صوتی سجیدم، اگر تصویری بود مطمئن باش پخش میکرد. ممنونم عزیزم. حالا یک پیام شفاهی رو برای ما بگذارید. آقای نوری‌زاده سلام کردم. آقای مرغ سحر اینا یا کسای دیگر اجازه ندیم بیان تبلیغات برای رئیس جمهوری اینا بکنن که ترامپ نشه اون یکی بشه از این حرفا. اصلا خواهش میکنم یه جوری بگین یا دو طرفه صحبت کنن یا اینکه اولا مراعات کنن مثلا نزدیک. چرا از این حرفا میزنن؟ ذهن مردم عوض میکنن. قربون شما محضر باشید. ممنونم دوست من. من جلوی اظهار نظر همکارامو نمیتونم بگیرم. نمیگیرم. میتونم بگم نمیگیرم. و اعتقاد ندارم به سانسور. حالا اونم نظرش اینو بذاره بگه. یه دم هستن موافق آقای ترامپ هستن. مسئله آقای ترامپ نیست. من خیلی از آقای ترامپ هم خودم خوشم نمیاد. این حرفای عجیب غریبی که میزنه. یعنی حریفش یه آدم بی ربطیه. آدمی است که اگه بیاد صد در رو بدتر از اوباما نوازش جمهوری اسلامی رو میکنه. آقای بایدن سابقه بدی داره. این آدم یه بار برای ریاست جمهوری اومد، بعد معلوم شد نطقش رو دزدیده از یه سیاستمدار انگلیسی، انداختنش بیرون. حالا دوباره رفت وردست اوباما اومد. سابقه بدی داره، آدم درستی نیست. واقعا خدا نکنیم بیاد روی کار. من میگم بایدن و آقای ترامپ و همچی عاشق ترامپ نیستن. خیلی اشتباهات کرده. مسئله فلسطینش، به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، کار بسیار اصلا به اعتقاد من یه عمل مجرمانه بود نسبت به ملت فلسطین. ولی در این حال در یه مسائلی هم حداقل مشاوره خوبی داره. یه پومپئو رو داره که واقعا وزیر خارجه حسابی است، معاون خوبی داره و امیدوارم در حال در یک معارضه یا مسابقه یا هر چی اسمشو بذاریم عادلانه اون کسی که استحقاقشو داره برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری آمریکا رو به دست بگیره. حالا من و شما و دوستم حجازی و دوستان دیگرمون، حالا طرفدار اینو بکنیم یا طرفدار اونو بکنیم، هیچ اتفاقی نخواهد. یادتون باشه اونایی که باید انتخاب بکنن میرن انتخاب میکنن. البته یه عده ایرانی هم هستن که اونا هم انتخاب میکنن، امریکایی شدن، شهروند امریکایی هم. ولی به هر حال انتخاب میشه اون کسی که باید انتخاب بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت، نمیگم همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.